سلام، به اثبات خوش اومدین. مهمون برنامه امشب ما همونطور که خیلیاتون خواسته بودین احمد سعیدی عزیزه. با ما باشین. من پایم هرچی تو بگیرم تر کن، همینجوری شبانی تمالایی بدتر کن، هی نگو بم زنگ. احمد جان سلام، خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو قبول کردی و امشب مهمون مایی. در ضمن سال نوت هم مبارک. ممنونم. منم سلام میکنم خدمت شما و بیننده های خوب برنامه اثبات و شبکه رادیو جوان. خیلی خوشحالم از اینکه من رو به برنامه‌تون دعوت کردین و سال نو رو هم به شما و همه ایرانی های عزیز هر جای دنیا که اصلا تبریک میگم و تو سال جدید براشون بهترین ها رو آرزو میکنم. احمد جان اصالتاً کجایی هستی و تجربه زندگی کردن توی کدوم شهر رو داشتی و در حال حاضر کجا زندگی میکنی؟ من اصالتاً شیرازیم و خب دوره کودکی، نوجوانی و جوانیم رو توی ایران سپری کردم و از سن 25 سالگی مهاجرت کردم به آمریکا. یه 3-4 سالی رو توی شهر واشنگتن دی سی زندگی کردم و در نهایت موف کردم به لس آنجلس و الان یه چند سالی هست که توی لس آنجلس زندگی میکنم. احمد جان موسیقی رو از کجا شروع کردی و برای اینکه به صورت حرفه‌ای وارد این عرصه بشی چه کارهایی کردی، چه مهارتهایی یاد گرفتی؟ مثلا کلاس خوانندگی رفتی، کلاس موسیقی رفتی، چه کارا کردی؟ من در واقع خوانندگی رو با نوازندگی شروع کردم. وقتی که 14-15 سالم بود اولین بار صدای گیتار رو یه جایی شنیدم که خیلی علاقه‌مند شدم بهش و خب در این حال که ساز میزدم شروع کردم به ساز زدم، میخوندم و خب مورد تشویق و حمایت اطرافیانم قرار گرفتم. همین باعث شد که تصمیم بگیرم که این کار رو به صورت حرفه‌ای انجام بدم و الان فکر میکنم که 13-14 ساله که دارم این کار رو به صورت حرفه‌ای انجام میدم. آهنگ وابستت شدم فکر میکنم بیشتر مردم تو رو با این آهنگ میشناسن. خب بسیار آهنگ زیبایی بود و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. اون موقع چه حسی بهت میداد وقتی میدیدی اینجور آهنگت هیت شده؟ بله، آهنگ وابستت شدم اولین آهنگی هم بود از من که به صورت رسمی وارد بازار شد و یادم خودم خیلی متوجهش نمیشدم اون اوایل که اومده بود آهنگم بیرون و داشت یه اتفاقی براش میافتاد، چون فکر میکردم اگه اطرافیانم و دوستان به میگن که آهنگتو شنیدیم دلیلش اینه که اونا صدای منو دوست دارن و طرفدار صدای منن و دوست دارن پیشرفت منو ببینن. ولی به مرور زمان وقتی که دیدم توی کوچه، خیابون، بازار، جای مختلف داره پلی میشه، متوجه شدم که داره مورد استقبال قرار میگیره و خب هنوز که هنوز یکی از بهترین آهنگای من آهنگ وابستت شدم هست. تجربه کار کردن با کدوم یکی از آهنگ سازایی که تا الان باهاشون کار کردی برات لذت بخشتر بوده؟ خب سوال سختیه، چون من تقریبا با بیشتر شاعرها، ملودی سازها، آهنگ سازها، تنظیم کننده ها و کارگردانای ایرانی کار کردم و خب همشون هم از دوستامن و با خیلی هاشون هم خیلی کارهای موفقی انجام دادیم و فقط ممنونم ازشون که احساسشون رو توی موزیکا و تصاویری که گرفتیم با من شریک شدن. چی شد که تصمیم گرفتی از ایران خارج بشی؟ خب من اون اوائل که شروع کرده بودم به خوانندگی تقریبا یه آلبوم هم داشتم و یه چند باری سعی کردم که به صورت مجاز کار کنم که بتونم مستقیم با طرفدارام بتونم ارتباط برقرار کنم، ولی خب به خاطر اون سیستما و مشکلاتی که توی ایران بود نشد. و اینکه در این حال من ازدواج کردم و همسرم توی آمریکا بزرگ شده بود و همه این مسائل دست به دست هم داد که تصمیم گرفتم مهاجرت کنم و مابقی زندگیم رو در آمریکا زندگی کنم. احمد جان به عنوان یه هنرمند چقدر متفاوت می‌بینی بودن توی ایران رو، هم از لحاظ زندگی هم از لحاظ کار، در مقایسه با خارج از کشور؟ از لحاظ کاری که اینقدر تکنولوژی پیشرفت کرده که خب خیلی فرقی نکرده، همه کارا رو خیلی راحت به صورت آنلاین داریم انجام میدیم، ولی خب مسلماً تو ایران جمعیت بیشتری زندگی میکنن، طرفدارای بیشتری داریم، خب انرژی بیشتری میشه گرفت از مردم، ولی
در حال حاضر از زندگی در حال حاضرم خوشحالم، به خاطر اینکه آرامش دارم و یه جورایی دیگه عادت کردم به این استایل زندگی که دارم. در مورد آهنگ ناز نکن دوست دارم که برامون یه خورده صحبت کنی. بسیار آهنگ زیباییه و از طرف طرفدارات هم خیلی مورد استقبال قرار گرفت. پرسیدن که ظاهرا کلیپشو تو دو جا ضبط کردی. یه خورده برامون بگو هم در مورد خود آهنگ هم در مورد ویدیو کلیپش. بله، آهنگ ناز نکن که یکی از آهنگای مورد علاقه خودم هم هست. توی آهنگا موزیک ویدیوش توی ارمنستان پر شده با امین حسین پور عزیز، دوست خیلی خوبم، کارگردان که بله یه مقداریشو توی ارمنستان تصویر برداری کردیم. خب و بعد از چند روز متوجه شدیم که نسبت به سناریویی که در نظر گرفته بودیم، لباسایی که نیاز داشتیم و لوکیشنایی که نیاز داشتیم، خاطر که می‌خواستیم نزدیکش کنیم به اون حال و هوای ایرانی بودنش، اونجا نتونستیم پیدا کنیم و در نهایت تصمیم گرفتیم که مابقیش رو توی ایران رکورد کنیم که توی یکی از شهرک‌های سینمایی توی ایران رکورد شد و مجموعاً من دوست داشتم کارو و فکر می‌کنم که مورد استقبال هم قرار گرفت. توی سناریوی ویدیو کلیپات هم نظر میدی یا اینکه کلاً کارو میسپری دست کارگردان؟ و اینکه دوست دارم در مورد کلیپ موهات برامون بگی. خب یکی از کارهای مورد علاقه من به جز خوانندگی عکاسی و فیلمبرداری هست و تا یه این مدت زمانی که چندین سالی که دارم کار میکنم، خب با کارگردانای خوبی هم کار کردم و از هر کدومشون یه تجربه ای هم به دست آوردم، ولی در نهایت خیلی سعی میکنم که تا اونجایی نظر بدم که بدونم لطمه ای به کار کارگردان وارد نمیشه. و در مورد آهنگ موهات هم، آهنگ موهات که آخرین آهنگی است که از من ریلیز شده و توی مارکت هست و کلی آهنگ خوبی هم بود و خوشحالم از اینکه خدا رو شکر میکنم که مورد استقبال قرار گرفت. و موزیک ویدیوش هم که همینجا توی لس آنجلس پر شده به کارگردانی الکس فرای عزیز که امیدوارم مورد توجه طرفدارای عزیزم قرار گرفته باشه. خودت از خوندن آهنگای آروم و عاشقانه بیشتر لذت میبری یا آهنگای شاد؟ و اینکه آهنگ مورد علاقه خودت کدومه؟ من فکر میکنم که با آهنگهای آرومم بهتر میتونم احساسم رو اونجوری که باید به شنونده انتقال بدم، ولی خب آهنگای شادی هم داشتم که مورد استقبال قرار گرفته و مردم دوست داشتم و خیلی خوشحالم از این بابت، ولی مجموعاً فکر میکنم که با آهنگهای لایت و آرومم ارتباط بهتری برقرار میکنم، مثل آهنگ فرق نکن، مقصرش تو بودی، هی بارون و بقیه. اگر بخوایم مقایسه کنیم زمانی که توی ایران بودی و کار هنری میکردی و با الان، خودت چقدر تفاوت میبینی بین کارهای اون زمان با حالا؟ خیلی تفاوتی احساس نمی کنم، به خاطر اینکه من همیشه هر آهنگی رو که آماده کردم، آماده پخش کردم، اون لحظه‌ای که تصمیم گرفتم پخشش کنم زمانی بوده که دیگه هیچ کاری، هر کاری بلد بودم رو انجام دادم و خیلی هم وسواسی کار میکنم همیشه و مطمئنم دیگه از اون بیشتر اون لحظه‌ای که میخوام پخشش کنم کاری دیگه از دست من بر نیومده. به خاطر همین من همیشه سعی میکنم که ایدئال خودم رو ارائه بدم، حالا اینکه بتونم مردم رو با سلیقه‌های مختلف راضی نگه دارم خب یه داستان دیگه است، ولی من همیشه تلاش خودم رو میکنم. خب حالا میخوام از خواننده های مورد علاقت بپرسم، بین خواننده های ایرانی و خواننده های خارجی کدوم رو از همه بیشتر دوست داری؟ خواننده های ایرانی که خب خواننده های خیلی خوبی وجود دارن توی مارکت ایرانی که خیلی هاشون هم از دوستای خوب هم، ولی خارجی که من اگر گوش کنم فقط موزیک بی کلام گوش میکنم، خیلی علاقه به موزیک با کلام خارجی ندارم، ولی ایرانی اگه بخوام مثال بزنم توی خانوما فکر میکنم خانم سحر، خانم باران، و توی خواننده مرد آقای بهنام بانی، آقای آرون افشار که از خواننده جدید هستن و آقای مهدی یغمایی، این چند تا خواننده هایی که خیلی صدای تکنیکی با احساس و گرمی دارن، ولی مجموعاً من هر آهنگی که قشنگ باشه رو از هر خواننده‌ای گوش میکنم و همین دیگه.
احمد جان، تو برنامه هست که با یکی از خواننده های خانوم ایرانی با هم کار مشترک داشته باشین؟ یه چند باری سعی کردیم که این کار انجام بدیم و یه کارایی هم انجام دادیم، ولی به اون نتیجه مطلوبی که میخواستیم نرسیدیم، ولی فکر میکنم که در آینده بله به احتمال زیاد حتما خواهد بود. توی سیستم کاریم حتما هستیم. رو با تو که بالا میبندی ماه دلات کم میاره، چشمای خاص تو مگه واسه آدم حواس میذاره، تا نگاه میکنی میلته دل بیچاره. با تو که بالا میبنی ماه جلوت کم میاره، چشمای خاص تو مگه واسه آدم حواس میذاره، تا نگاه میکنی میلرزه دل بیچاره. ساده می پوشی چی چی بای، تو یه فرشته اینه باس و تیپ خاص نمیخوای، تو هم درست بین خودمی با کسی را نمیای، با تو رو مود خوبیم، تو باشی خوب روحیم، عشقی نمیتونست نزدیک شه به هم وقتی نبودیم، وقتی نبودیم. با تو که بالا میبندی ماه جلوت کم میاره، چشمای خاص تو مگه واسه آدم حواس میذاره، تا نگاه میکنی میلرزه دل بیچاره. با تو که بالا میبندی ماه جلوت کم میاره، چشمای خاص تو مگه واسه آدم حواس میذاره، تا نگاه میکنی میلرزه دل بیچاره. با تو که بالا میبندی ماه جلوت کم میاره. احمد جان، اگر که خواننده نمی شدی فکر میکنی که چه شغلی انتخاب میکردی؟ اگه خواننده نمی شدم همونطور که گفتم فکر میکنم که کار فیلم برداری و عکاسی، همونطور که گفتم علاقه داشتم به کار فیلم برداری و عکاسی، مخصوصا عکاسی. و در آینده اگر که حالا توان مالیش رو داشته باشم، خیلی دوست دارم که یک قسمتی از یک هتلی رو داشته باشم مال من باشه، به خاطر اینکه خیلی جذابه برام وقتی که یه جایی مردم در حال رفت و آمدن و اون جمعیتی که وجود داره. اما جان، خیلی از طرفدارات دوست دارن که در مورد زندگی شخصیت بدونن. چند وقته که ازدواج کردی و اینکه آیا همسرت هم آرتیسته یا نه؟ من فکر میکنم که 7 سال ازدواج کردم و همسرم نه وکالت میخونه، وکیل و اصلا شغلش ربطی به کار من نداره. به عنوان یه هنرمند چقدر متفاوت میبینی کار هنری کردن و توی دوران مجردی در مقایسه با زمان بعد از ازدواج؟ برای من خیلی فرقی نکرده، به خاطر اینکه من همسرم همیشه منو ساپورت کرده و همیشه منو حمایت میکنه و هیچ لطمه‌ای به کارم وارد نشده از نظر خودم و برای من تفاوت ایجاد نشده هیچ وقت. دل به دل را نداره مگه، چجوری به چشمت نیومد دلم، مثل من شو کلب تر می کردی، قید کل دنیا رو می زد دلم. ناز بی انداز نکن، زخمای دل منو تاز نکن، کی با تو می سازه نرو نرو، من دلم گیره پیشت. ناز بی انداز نکن، زخمای دل منو تاز نکن، کی با تو می سازه نرو نرو، من دلم گیره پیشت.
رنگ تا آخم و عزیزم این نمیشه که هرچی میگم میگی باشه و بگو آخه این بدنت میشه که خوب میدونی دلم تنگ تا آخم و عزیزم این نمیشه که هرچی میگم میگی باشه و بگو آخه این بدنت میشه که ناز بیانداز نکن زخمای دل منو تازه نکن کی با تو میسازه نرو نرو من دلم گیره پیشت ناز بیانداز نکن زخمای دل منو تازه نکن کی با تو میسازه نرو نرو من دلم گیره پیشت. اگر بخوایم مقایسه کنیم امکانات تکنولوژی حال حاضر رو با مثلا 30 سال پیش، به نظرت کدوم یکی از امکانات الان خیلی بهتر و کاربردی تره؟ فکر میکنم قابلیت این که میتونیم از هر نقطه ای از کره زمین به صورت تصویری همدیگر ببینیم یکی از بهترین اتفاقهایی هست که توی تکنولوژی افتاده و خیلی جذاب و باحال این که همین که میتونیم خب با اپلیکیشن مختلف از هر نقطه ای از کره زمین و هر جایی که از زندگی میکنیم بتونیم به صورت تصویری همدیگر ببینیم. اگر میتونستی انتخاب کنی زندگی توی همین زمان حال با زندگی توی 100 سال آینده، انتخابت کدوم بود؟ کاش یه آپشن دیگه هم بود که زندگی در 100 سال گذشته رو میتونستم انتخاب کنم. من فکر میکنم که تکنولوژی مردم رو از هم دور کرده، مهر و محبت ها رو از بین برده، اون صفا و صمیمیت قدیم رو نداریم. خب خیلی چیزها رو برامون آسون کرده تکنولوژی، ولی من فکر میکنم اگه میخواستم انتخاب کنم دوست داشتم که برگردم به گذشته ها و تو گذشته ها زندگی کنم با وجود همه این سختی هایی که میدونم وجود داشته. بهترین ایدی که تا به حال گرفتی چی بوده؟ حالا چه تو دوران کودکی چه تو بزرگسالیت؟ آخرین باری که ایدی گرفتم و دقیقا یادم نیست، فکر میکنم که خیلی سال ازش میگذره و فکر میکنم همون دوران کودکی اگه ایدی میگرفتیم ایدی معمولا پول بود اون موقع، ولی خب هیچ چیز دیگه ای نگرفتم که خیلی جالب باشه که بخوام الان در موردش صحبت کنم. برنامه‌ت توی سال جدید چیه؟ خب توی سال جدید که خیلی آهنگ‌ها و موزیک ویدیوها و طبق معمول کار جدیدی آماده دارم که دارم سعی می‌کنم تکمیلشون کنم و تقدیم حضورتون کنم و این از بابت کاری و اینکه دوست دارم خیلی بیشتر روی شخصیت خودم کار کنم و کتابای بیشتری بخونم. اینا تصمیمایی هست که برای سال آیندهم گرفتم. تو بخند با نگاه به دلم جادو شده، چی بگم وقتی دستم پیش تو رو شده، تو بمون تا عبر واسه این دیوونه، چی به هم میگذره کی غیر از تو میدونه. تو این دنیای وارونه با تو عاشقی آسونه، نفسم این هوا تو دارم، عطر تو جنس بارونه. تو به خط با نگاه به دلم جادو شده، چی بگم وقتی دستم بیشه تو رو شده، تو بمون تا عبر واسه این دیوونه، چی به هم میگذره کی غیر از تو میدونه. جان رسیدیم به سوال آخر برنامه، یه چیزی از خودت بگو که هنوز طرفدارات در موردت نمیدونن. این که در پس هر آهنگی که من خوندم یک خاطره وجود داره و امیدوارم که یه روزی فرصتش پیش بیاد که بتونم این خاطره ها رو با اتون در میون بذارم.
احمد جان خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو قبول کردی و مهمون برنامه ما بودی. برات آرزوی موفقیت‌های بیشتر داریم و منتظر کارهای خوب بعدیت هستیم. صحبت آخر؟ ممنونم از لطفتون و بازم تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو به من دادید که توی برنامه‌تون باشم و در نهایت میخوام برای مردم سرزمینم توی سال جدید آرزوی شادی، آرزوی آرامش، آرزوی سلامتی، آرزوی آزادی کنم و میدونیم که سالی گذشت خیلی سال خوبی نبود، اتفاقای ناگواری افتاد و امیدوارم که توی سال جدید همه چیز خوب باشه و من و هممون بتونیم لبخند رو روی لبای مردم سرزمینمون ببینیم. ممنونم. ای بی نهایت بی مثال، ای بی نهایت مهربان، هر شب کنارم قصه هزار و یک شب را بخوان. ساز نگاهت کوک کوک، زیباییت بی حد و مرز، من مثل جان خواهم تو را یه عاشق بدون مرز. با من به من عشقم دو چندان شود، احساس من با تو درخشان شود، با من به من خوشبختی از در زد، دوران تنهایی من سر زد، با من به من عشقم دو چندان شود، احساس من با تو درخشان شود، با من به من خوشبختی از در زد، دوران تنهایی من سر زد، با من به من عشقم. اینم از اثبات این هفته، امیدوارم که لذت برده باشین. از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما تماس بگیرین، بگین که دوست دارین کدوم یکی از خواننده‌های مورد علاقتون رو توی برنامه ببینین. تا برنامه بعدی، خدا حافظ.